آقای دکتر مسعود پرسیده که شایع ترین بیماری که برای مغز انسان اتفاق میفته چیه؟ علائم، راه پیشگیری و درمانی هم داره. به نظر من حماقت شایع ترین علت شایع ترین بیماری مغز آدم هستش. متاسفم. من فکر میکنم که علتش هم میگم یه علت فرگشتی داره. میدونی حیات 13.8 میلیارد سال هستش، در حالی که ذکاوت آدم که محصول قشر جلو پیشانیش هست فقط 100,000 سال یا 60,000 سال 60,000 سال عمر داره و یک ثانیه است در واقع در 24 ساعت تکامل، و این خیلی آسیب پذیره و به نظرم شایع‌ترین و ضعیف‌ترین کار مغز هستش. و همین جهت هستش که زندگی همون رو همیشه برای همدیگه جهنم کردیم، این همه بدبختی و فلاکت آفریدیم، حالا داریم محیط زیستمون هم در اثر همین حماقت داریم آسیب میرسونیم. شما به اطراف نگاه کنیم ببینین چند نفر رفتاری میکنن که واقعا موجب سعادت خودشون و دیگران میشه. به نظر من این شاید اگر عقلانیت رو بخوایم توضیحش رو در نظر بگیریم یک توضیح حضلولی داره که 50% مردم در سطح حماقت قرار میگیرن، 50%شون کم و بیشی رفتارهای عقلانی میکنن. به نظر من جوابتون تا اونجایی که میدونم، حالا بیماری های اکتسابی خیلی زیادی هست، شاید 10,000 بیماری هستش که میتونه مغز رو مبتلا کنه، ولی از نظر شیوع به نظر من حماقت شایع‌ترین علت. تعریفش همین هستش که آدم رفتاری بکنه که در کوتاه مدت و دراز مدت باعث سعادت و سعادت خودش و دیگران نشه، یعنی برعکس این عقلانیت. و حماقت به نظر من شایع‌ترین بیماریه و کاملا هم در زندگی روزمره میبینیم که چقدر گرفتاری بشر شده. خب آقای دکتر، پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگه اینقدر به خاطر طبیعت ما حماقت اینقدر زیاده و اصلا مغز ما برای زندگی تو دنیای مدرن اصلا فعلا برای این به این شکل به وجود نیامده که تو دنیای مدرن فعالیت بکنه، ما نباید یه مقدار برای کسایی که حماقت میکنن یه مقدار به جای اینکه دشمنی بکنیم باهاشون، دلسوزی بکنیم باهاشون، برای که بالاخره تقصیر خودشون نبوده که بر اساس توجیهی که شما کردین از حماقتشون، اینا هیچ کدومشون تقصیر خودشون نبوده، پس شاید ما باید مقدار با کسایی که احمقان دلسوزی کنیم. ببینید، برمیگردیم به مسئولیت اخلاقی. بله، هیچ مسئولیت اخلاقی هیچ کس نداره چون ساختمان مغزش خراب هستش، ولی ما مسئولیت اجتماعی داریم. گوش میدید، ما مردم رو بر اساس مسئولیت اجتماعیشون ارزیابی میکنیم و میگیم که اینا عقلانی کار میکنن یا به طور احمقانه دارن رفتار میکنن، و مسئولیت اخلاقی رو نمیتونیم برای هیچ کس بگیم چون دست خودش نبوده، حالا یا در ژنتیکش خراب بوده یا ساختمان شکل‌گیری مغزش متفاوت بوده یا اجتماعش خراب بوده، پدر مادرش بد بودن، اجتماعش خراب بوده، مجبور شده این مغزش برای اجتماع خراب شکل بگیره. این مسئولیت اخلاقی نداره. به همین جهت هستش که من معتقدم که مجازات اخروی هم کاملا بی‌معنی هستش، چون آدم اراده‌ای نداره در مقابل این چیزها. ولی به جای اینکه با اینا مبارزه کنیم، این قسمت عقلانیت آدم یا حماقت آدم به شدت اکتسابی هست، یعنی جزء فنوتایپ نه جزء ژنوتایپ. اینا به شدت قابل تعلیم و تربیت هستند. این ذکاوت اجتماعی که همون عقلانیت آدم هستش، اینا به شدت تحت تاثیر اجتماع شکل میگیرن. هممون با همون منحنی متولد میشیم، ولی یک آدمی که قدرت ذکاوت اجتماعی زیادی نداره، اگر در یک اجتماع هنجاری رشد کنه، احتیاجی نداره که رفتارهای ناهنجار نشون بده و میتونه از این موهبت‌های اجتماعی استفاده کنه و این مغزش که ضعیف هستش برای عقلانیت اینو تقویتش کنه. ولی قضاوتش نمی کنیم که این چرا احمق هستش، چون که خب اراده‌ای نداشته، ساختار مغزیش و اجتماعیش و اکتسابی و ذاتیش دست خودش نبوده. به این جهت هم
ما قضاوت اخلاقی نمی کنیم، ولی قضاوت اجتماعی می کنیم. قضاوت می کنیم که آیا این برای سعادت اجتماع این آقا یا خانم مفید هستش نیستش، و بر اساس اون ارزیابیش می کنیم. و ارزش آدم هم فقط به همین ها هستش که آدم چه کاری بکنه که سعادت در خودش و در دیگران ایجاد کنه. یعنی هم میتونیم مسئولیت خواه باشیم هم دلسوز باشیم، این تقاضا این تناقض نداره، یعنی جفتش رو با هم میتونیم انجام بدیم. ببینید دلسوزی تنها هیچ فایده ای نداره. اگر من مثلا یه نفر میاد، میدونید باید سعی کنیم که اجتماعمون رو درست کنیم، طرز آموزش پرورش درست کنیم و مغزای آدم رو بشناسیم و بر اساس این شناسنامه اینا رو تربیتشون کنیم. برای همین من گفتم برای همین جفتش لازم داریم. دقیقا باید شناسایی کنیم، درست مثل یه ماشین. درسته شما یک دستگاه میخرید، حالا هر سیستمی که باشه، اینو کارگاه سعی کرده به حد اکثر بهبودش بده. حالا اگر این اشکال پیدا کرد، شما سعی میکنید که دورش نمیندازین روز اول، درست سعی میکنید تعمیرش کنید. ولی اگر تعمیر پذیر نبود، اون وقت میتونید قضاوت کنید که این دستگاه مضر به حال اجتماع و باید کنار گذاشته بشه.